الله الحمد لله الله سبحان الله الله حمد 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 لله الله, سبحان الله 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 بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسعین انه خیر ناصر و معین الهی کفا بی ازن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا انت کما احب فجعلنی کما تحب سلام از میکنم خدمت یکایک یک شما بینندگان و سوران گرامی همراهان خوب و نازنینه شبکه هادی تیوی برادران و خواهران بزرگواری که در این لحظه ما مهمان لحظات نورانیشان هستیم و انشالله مباحثی که گفته شنود میشه توسط اسادین محترم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار بگیرد با برنامه و وقت بیداری به صورت پخش زنده در خدمت شما عزیزان هستیم و به رسم به ها به موضوع احکام در خدمت سرور عزیزمان هستیم حجت الاسلام و المسلمین از رسولی از خودم و به نیابت از شما عزیزان سلام از میکنم خدمت استاد بزرگوار سلام میکنم استاد بسیار خوش آمدید علیکم و سلام و رحمت الله محضر شما سلامت عزیز و گرامی و عرض سلام و ارادت محضر بینندگان عزیز السلام علیکم و رحمت الله و برکاته یاران همیشگی توفیق رفیق راهتان باشه و ما را ان شالله الله از دای خیرتان فراموش نمی کنیم. در, در خدمت شما هستیم. واس ان شاء الله. الحمدلله. خیلی خوش اومدین. سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که باز هم توفیق شد تا در خدمت شما از باشیم. ما بیشتر خوشحالیم که در خدمت نمیم. شما و در خدمت بینندگان عزیز هستیم. سلامت باشین ان شاء الله که <applause> از <applause> مطالب برزنده همچنین مثل همیشه استفاده کنیم و با اون نکات ظریفی که اشاره می فرمید استاد بحث ما در مورد خمس و زکات بود که مطالب بحث خمس مطرح شد. و بحث زکات هم به موارد زیاد اشاره فرمودید بله. اگر در تکمیل موضوع گذشته و به مقدمه مطلبی دارین انشالله بفرمایید و انشالله شروع میکنیم سوالاتی که متشره رو شد بسیار عالی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على رسول الله و على الله. آله آل الله اللهم صل على محمد, محمد, محمد و آل محمد, محمد. و عجل فرجهم بله خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز عرض شد که زکات طبق معروف و مشهور به نو چیز تعلق می گیرد اما حضرت آیت الله لزما سیستان یک مورد اضافه کردند که گفتن بنابر احتیاط واجب و مال و تجاره و مالی که خرید فروش میشه و سوداگری میشه به هم زکات تعلق میگیره که اون نوع مورد وارد بود از غلات اربع که گندم، جو، خرما، کشمش، انعام سلاسه که عبارت بود از شتر، گاو و گوسفند به و نقدین که طلا و نقره بود و گفتیم در زمان ما و عصر ما فعلا برای طلا و نقره چون طلا و نقره پول رایج کشورها و مملکت ها نیست لذا تعلق زکات درش فعلا موضوعیت نداره, نداره. و دهمین موردم که مال تجاره بود که با شرایط خاص البته به مال تجاره بسیاری از فقها تقریبا 90 درصد فقها فرمودن که مستحب به مال تجاره ما زکات چی کنیم پرداخت کنیم نه. اما حضرت آیت الله العظمى سیستانی فرمودن که بنابر احتیاط واجب زکات مال تجاره چی پرداخت شود البته خب یک سری چیزهای دیگه مستحب به اونا زکات بدیم مثلا رنج ماش نخود لوبیا تمام او چیزهایی که از زمین رویه به عنوان مال کشاورزی و این خاصیت داشته, داشته باشه که زود خراب نشه اما سبزیجاتی که یک روز بیشتر نمیمونه که زود خراب میشه اینا زکات استحباب نداره اما دیگه در تمام چیزها زکات چی داره استحباب داره مطالبی بود که خدمتان عرض کردم بسیار عالی تشکر قبل از اینکه وارد مبحث شما استاد محترم با اجازه شما پول ارتباطی رو خدمت بینندگان عزیز عرض می‌کنیم که نمبر مثبت 964 780 255 40 13 نمبر ما می میباشد و شما عزیزان میتونید سوالاتتان، نظرات و پیشنهاداتتان رای کنید و مثل عزیزانی که بر حال امشب ما وایسشان پخش می‌کنیم سوالات به صورت صوتی روان کردن و انشالله کارشناسان عزیز ما پاسخگو خواهند بود استاد بس, بس در مورد زکات که خب مطرح شد تعریف زکات گفته شد و سوال تو مطرح شده که زکات در چه مواردی باید مصرف شود حالا زکات تعلق گرفت زکات داده شد این مواردی که زکات داده شده باید در موارد خاصی آیا مصرف شویم بسیار عالی سوال بسیار خوبی است ما فقهای عظیم و شیعه خداوند وجودشان از بالا حفظ کنه و با اونایی که از دنیا رفته خداوند ان که درجاتشان عالی است متعالی بگردانند به تبعی از آیه قرآن که در آیه قرآن فرمودن که زکات به هشت مورد باید مصرف شد یعنی هشت, هشت مستاق برای خرج کردن زکات موجود است فقای از و به همی هشت مورد چی دادن؟ فتوا دادن ما به خاطر تبرک به قرآن و ای که قرآن مستر است مستر اولیه برای احکام شرعی ماست ما هم در نزد شیعه و هم در نزد اهل سنت ای آیی که گفته به اصلاح زکات در هشت مورد باید مصرف شود ایره را میخوانیم و توضیحاتی هم در این زمینه میتیم البته توضیحاتی که میدیم توضیحات فقهی است که برگرفته از فتوای حضرت آیت الله العظمه سیستانی حفظه الله تعالی است خدای تبارک و تعالی در سوره توبه امو ای که نهومین سوره قرآن است و بدون بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه در آیه شست پس آیه شست کسایی هم که قرآن و اسمانتها دارن صفحه صد و, و شش پس سوره توبه آیه شست صفحه صد و نوود و شش این رقم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريزة من الله، ايه فريزة؟ واجب است البته عن اهل السنة فريزة بين فريزة واجب يكسر التفاوت قائلة كما فوكري نداریم ولی از ما فریضه و واجب بردو یکی است واجب است خدای تبارک و تعالی ایره به گردن زکات دهنده واجب کرده است والله علیم حکیم و خداوند دانا هست علیم است و حکیمه این حکمت پس تمام کارهای خدای تبارک و تعالی از روی حکمت است این که در اموال ما در اموال شما در اموال کشاورز در اموال مالدار زکات تعیین کرده که به فقرا داده شود، از روی حکمت است از روی بلحوثی نیست, نیست از باب عزیز که باید پول و سرمایه در جامعه به گردش در بیاید یک جای راکت نباشه مم. که امروز علم اقتصادی را تعیید میکنه که باید سرمایه در چی باشه؟ در گردش باشه, باشه و فقیر در جامعه نمانه جناب حسین صاحب اگر فقیر در جامعه باشه مایی که دارا هستم من خولی دلم میشه بله کسی که یکم انسانیت داشته باشه واقعا بله. خب قطعا اگر در جامعه فقر باشه خب متاسفانه بزهکاری دزدی و چیزهای دیگه یعنی من که ثروتمند هستم شما هم که ثروتمند هستی اگر در جامعه فقر باشه امنیت اقتصادی از من و شما چی میشه گرفته میشه مهم. و سلب میشه بنابراین در جامعه ای که فقر بیداد میکنه امنیت اقتصادی نیست و هزاران یک مشکل و گرفتاری پیش میه. مهم. پس بنابراین خدای تبارک و تعالی با خاطر ازی که مشکلات گرفتاری در جامعه کمتر باشه خب از طرق مختلف گفته که ما باید به با کمک فقرا و نیازمندان برسیم و اما این خب اجمالش بود به تفصیل یک فقیر گفته انما الصدقات همانا به تاکید صدقات در اینجا مراد زکاته زکات واجب به اتفاق مفسرین اهل تشیع و تسنن که میگن صدقات در اینجا مراد زکاته. زکات است این زکات واجبه که ما تا انجام دادیم پس انما میگن حصر یعنی فقط باید. فقط این است نیست بله این جز نیست فقط صدقات که بیان صدقات چی باشه زکات باشه برای فقرا حالا یکی میگن فقیر چه کسی است به ما و شما فقیر میگن یا فقیر نمیگن این سوال بله. ای معیار شناسه فقیر البته شما در جریان هستین که فقر به اصطلاح یکی از او به اصطلاح مواردی است که شدت ضعف داره بله. میگن فقیر او شخصی است که خرج سالانه خودشه و عیال، کسایی که نانخور زیست، نداره این که نداره، بل نداره، یا بل قوه نداره بل فعل که ما شما هم نداریم، درست است؟ مم. اما با بل قوه داریم، بل داریم یعنی چی؟ يعني کاسی می میکنیم به اصطلاح سنعتی داریم، هنری داریم در طول هفته یا در طول ما، پیسه گیر ما میای که پیسه خرج آه اهل و عیال میکنیم عیال هم غلط است، عیال، عربیش عی او دعایی هم که میخوانند که عیالی باید گفته شود در یک است که باید میگه نه. که ورزق نی ورزق عیالی من فضل ما شیمیدیم جا بعضی جاها آخونده ها میگن که عیالی نیه اگر قرار است که عربی بگوی که او عیال است دیگه شما اگر فارسی میگه دیگه او گپ دیگه است صحیح؟, صحیح؟, صحیح. پس فقیر کسی است که خرج سال خودشه و کسایی که واجب النفقه ازی هستند واجب النفقه مثل فرزند مثل زن مثل پدر مثل مادر زنم که میگی یعنی زنی دایمی اینا واجب و نفقه انسان هستن کلا اولاد واجب و نفقه انسان است پس خرج خودشه و خرج اینا را نداره بالفعل هم نداره و بالقوه هم نداره این شخص میگن چی فقیر فقیر پس به این شخص میگن فقیر ولی فقر هم شدت و ضعف هم داره ممکنه در جوامع با هم دیگر چی تو مثلا یک شخصی در یک منطقه زندگی میکنه که در اونجا ای ثروتمند از این منطقه حساب ای میشه اما یک نقل مکان کنه در یک جای جا دیگه چی حساب میشه فقیر حساب میشه پس منابر این فقر و ثروتمندی شدت و ضعف داره و منطقه و نمیفهم و کشور و به خیلی جاهایی چی داره ارتباط داره اتفاقا اصلا من با یک از دستا گپ میذارم ده کشور اروپایی است میگفت که ما اینجا ما را خود شما میشناسین فکر میکنین که ما جز ثروتمندا هستیم ولی ما در اینجا که هستیم جز فقرا این صحیح و قطعا او اگر هم پیسه بیاره در افغانستان و به اصطلاح اینجا صرفش کنه مم. تبدیل به اونجا خیلی پیدا میشه یه ثروتمند حساب میشه ولی گفته شما اونجا او آدم چیه فقیر است دمی خود کشور ما مثلا رقم اسمت یکی در منطقه عیون نشین شهر میشینه یکی در منطقه فقیر نشین میشینه بلابن فقر شدت و چی داره ضعف داره دومی مسکین است گفتنی مسکین کیست چه فرقی است بین مسکین و فقیر اخو فرقای زیادی گفتن بین مسکین و فقیر یک از فرقایش شیست که میگه مسکین وضعش از فقیرم چیه خرابتره به تعبیر عربیش میگه اسوء حال لنا حالش بسیار خراب تره یا به تعبیر بعضی ها گفتن که فقیر سوال نمی کنه مثلا گدایی نمی کنه گدایی گلی نمی کنه مثلا تمام بیت این طرف ای طرف نمی ره. اما مسکینی قدر اوضاعش خراب است که گدایی گری می کنه مثلا روی میندازه پیش از این پس این فقیر رو کی شد مسکین مسکین پس فقیر رو تو که فهمیدن داد او چطور شناسایی میشه اگر خرجش نداره و کاری هم نداشته باشه و میشه مسکین دیگه خود فقیر خودا. و مسکین میشه حالا این که ما چه رقم تشخیص میدیم که شخص فقیر است باید اطمینان حاصل کنی یا یقین پیدا کنی یقین پیدا کنی که 90 درصد 95 درصد 100 درصد یا اطمینان پیدا کنی 70 درصد 80 درصد مم. که طرف چیست فقیر است با صرف اگر کسی آمد ادعا کرد که ما فقیر هستم این گپش قبول نسمع. نمیشه بعد باید یک تحقیق صورت بگیره که انسان متوجه باشه که واقعا با این فقیر هست یا فقیر نیست صد کسی خب کارم داره خب زحمت میکشه ولی خب عیالواره او هم فقیر حساب میشه بله عیالواره اون فقیر حساب میشه بله. بله ما گفتیم دیگه که شخص نه فعلا داره ام. و نه هم به اصطلاح بالقوه داره یعنی تلاش هم میکنه بله. فعالیت داره هم میکنه داره جوابو جوابون است جواب بازم فقیر است بله جناب حسین صاحب قطعا فقیر است که در به کتاب فقهی گفتن که صنعت داره اما از صنعت و از او کسب و کار مقداری که لایق شعن ازیه در نمیاره. نمیاره مثلا شعنیت ازیه است که مثلا ما 20 هزار افغانی داشته باشه درآمد داشته باشه 20 هزار افغانی اگه باشه بالاخره یک زندگی اگر خمی میچله اما ای 10 هزار افغانی درآمد داره خو 10 هزار دیگه باقی است میگه بر احوال آن شخص باید گریست مم. که دخلش بود 19 خرج بیست <applause> این امور هم شخص است که دخلش کمتر است خرج است پس باید به احوال از این گریه نکنیم بلکه از زکات رو چی کنیم تامین کنیم یعنی از فرهنگ اسلامی رقم است فقط صرف گریه جواب نمیتونم میگن یک شخصی خدمت را از کنم ششته بود گریه میکرد گریان میکرد بعد یک نفر دیگر من نان زیر بغلش بود تیر شد گفت چی شده شما چرا گریان میکنی گفت که من گوش هستم نان ندارم خوئی بنده خدا شش تا پیش ازی و شروع کرد به گریان گفت تو چرا گریان میکنی گفت من به خاطر استی گریان میکنم گفت هیچ لازم نیست به خاطر از مگیری کنی یا کما گزمون الله فردا ما میتی که بزه... نتو گریان کنی نه نه ما گریان چه بخوئی برات چیه انجام میتون بنابراین باید از طریق زکاتی بنده خدا رو کنیم تامین کنیم پس یک یک و دو فقرا و نه خب امی فقه مقوله فقه شد حالا چون از موضوع شد تیر گفتیم می که پرسان کنیم بازیتان که مقوله فقه یک امر مثبت است یا منفی چون بعضی وقتها خوب یک استناد میکنن و بعضی از روایات میگن نه خب هرچی زندگی ساده تر باشه خوب تره خب باز از طرفی شاید بد برداشت میگه خب ما دنبال تلاش هم اما قدر که همین امروز ما دستمان پیش کسی دراز نبود خب میکنیم دیگه میکن. از تلاش شد باز به ما نینا تلاش زیاد نکنن میگن نه پیامبر فرمودن که الفقر و فخری فقر افتخار من است آیا این فقر همو فقر است یا چیز دیگه اگه یک توضیح بیشتر بکنم خدمت تو نست ما یک مبحثی داشتیم به اصطلاح بربال حکمت که به شرف و تفسیر حکمت های نهج البلاغه پرداخته میشود. برنامه شم ظاهرا پخش شده شاید بینندگان ما دیده باشه ندیده باشه ما به با یک مناسبت اینجا توضیح دادیم که منظور از فقر چیست اول که خود فقر به ما هو فقر ما روایت داریم که د یکون کفر انسانو بس هر منزل کفر نزدیک من میکنه پس منفی هست برای پس خود فقر منفی است نه اگر منفی نمی بود اسلام عزیز برای زدودن فقر خمس جعل نمی کرد زکات جعل نمی کرد انفاق جعل نمی کرد این که انفاق جعل کرده خمسه از زکات اینا کلگیش به خاطر عزیز که فقر, از جامعه رخت بر ببنده این یک نکته نکته دیگه هم که وقتی پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم گفت الفقر این دیگه فقره این او فقریه که ما نسبت به حضرت حق فقیر هستیم <متحد> آیا قرآن هم انتم الفقراء شما فقیرید انسان هر چی که ثروتمند باشه هر چی که پولدار و پیسه دار قدرتمند باشه اما نسبت به قدرت حضرت حق اصلا هیچ است در مناجات مسیر گفت امیر المؤمنین که انت و ان الفقیر مثل یک قطره باران زی ابر چکید خجل شد چه پهنای دریا دل بیدی که جایی که دریاست من کیستم گروه هست حقا که من نیستم. نیستم پس مایی که پیغمبر میگه فقر فخر من است فقر وجودی پیغمبر نسبت به خدای تبارک و فخر است ولی ما افتخار میکنم که فقیر استم و غنی مطلق خدای تبارک و تعالی یکی دیگه از مایی سوال کرده بود که حضرت علی فقیر بود نه حضرت علی فقیر نبود زندگی فقیرانه نداشت فرق است بین کسی که فقیره و زندگی چی داره فقیره حضرت علی علیه السلام به خاطر پیشوایی مؤمنین و مسلمانان که بود زندگی خودش تنزل میداد در حد فقیرترین انسان ها ولی پیسه داشت ها. پیسه داشت شما امال تصور کن حتی همین الان میگن که چاهایی که حضرت علی علیه السلام حفر کرده بود که ملک خودش بود و باغایی که ایجاد کرده بود و اینا رو در راه خدای تبارکات وقف کرده بود پس فقیر نبود سهل. اما زندگی فقیرانه را برای خودش چی کرده بود؟ انتخاب کرده بود و هم علت داشت دیگه پس بنابراین فقر باید از جامعه ریشه شکن شود چنانچه اسلام عزیز نسبت به این مطلب توجه داشته و با باحانه با های مختلف خواسته که فقیر در جامعه نباشه, نباشه. چون اگر فقر، میگن فقر اگر از یک دری در از ایمان از در دیگری می براید و این واقعیت هم بس بنامی همه بزیکاری و دیگه کارا اینا از فقر مادی و فقر فرهنگی همین رقم است که ما باید جامعه هم از نظر فرهنگی فقیر نباشه و هم از نظر اقتصادی پس جواب سوال شما و پا... پس ما باید یقین پیدا کنیم که شخص چیست فقیر است یا فقیر مسکین است که با او زکات عنایت کنیم سومی و علیها عاملین علیها یعنی کسانی که کس از طرف امام یا پیامبر علیهم الصلاه و السلام مسئول جمع آوری زکات یا ای به اصطلاح نائب خاصه که گفته پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا امام, سلام امام علیه السلام این تعیین کرده که فلانی شما مسئول زکات فلان منطقه باش ام. خو این میتونه یعنی برش حد تعیین میکنه که شما اینی مقدار خودت برای که کاری انجام میتی از این زکات چکو استفاده کن البته در اصل ما در زمان ما ای رقم نیست که پیغمبر باشه و یا امام باشه و مشتهد جامعه و شرایط نائب عام امام معصوم نه علیه السلام است بنابراین اگر بنده زکاتی میشم یا شما زکاتی میشه یا فلان مؤسسه خیریه زکات جمع میکنه حضرت آیت الله العظما سیستانی فرمودند که اینا حق نداره بدون اجازه حاکم شرع از ای برای خودشان چیکار کنن بردارن پس بنابراین اگر کسی کارگزاره مؤسسات خیلی هستن که زکات جمع میکنن دیگر چیزا جمع میکنن اینا به صلاح دیده مرجع تقلید خودشان یک مقداری حالا یک درصد دو درصد کمتر بیشتر هرچی که کفاف زندگی هم عاملین و, ام. و کارگزارا رو داشته باشه از اینا میتونه چی استفاده کنن این سوم مورد مورد چهار و قلوب بهم و اونایی که تعلیف قلوب میشن. تعلیف قلوب یعنی چی یعنی اگر ما به یک دی زکات بتیم اینا قلب از اینا به اسلام تمایل پیدا میکنن در اینجا حضرت های طلال لازم سیستانی سه فرض برای این تصور کردن یک فرضش کفاره کفار که در همسایگی مسلمانان یا غیر همسایگی مسلمان زندگی میکنن که اگر به اینا زکات داده شود اینا تمایل به چی پیدا میکنن به اسلام پیدا میکنن یا اگر تمایل به اسلام پیدا نکرد اسلام با یک دی در جنگ بود اینا میای کمک کی مسلمانان بشه اینا رو میگن معلفت قلوب یعنی قلب هایشان توسط دادن به پرداخت زکات الفت پیدا میکنه و مهربان و نرم میشه برای کی مسلمانان پس یک ادعی است یک ادعی دیگر حضرت از حضرت الله العظمى سیستانی میفرماید که مسلمان است اما همچین اعتقادی ندارد اعتقادش سست است اگر زکات به اینا پرداخت شود باعث از میشه که اعتقاد از اینا قرص تر شود دنبال از باشه که اعتقادشان رو قرص کنند این مورد چندم دو دوم, دو گرچن گرچه قلوب اصلی فقط کفاره این دو مورد دیگه که ما حالا ذکر میکنیم اینا در حکم معلفت قلوب پس یکی کفار شد یکی دیگه هم خدمتتون عرض کنم که مسلمانی که ضعیف الایمان سوم حضرت آیت الله العظمى سیستانی فرمودن که کسی که معتقد به ولایت نیست مسلمان هست اما معتقد به ولایت نیست نیست متوجه میشنو، و بینندگان ما متوجه میشن اگر به شخصی زکات داده شوه تمایل پیدا میکنه به ولایت اینجا پس میشه به این شخص چی زکات پرداخت کرد پس مورد چندم شد چهارم, چهارم. شد دلوقتي. فقیر مسکین عاملین علیها و قلوب و رقاب مورد چهارم در رقاب رقاب خب در اصر ما نیست رقاب جمع رقبه رقبه منای معنای بنده کنیز و غلامی که در زمانهای قدیم بودند ولی خب الان الحمدلله کنیز و غلامی به ظاهر نیست ولی همین الان در غرب بردهداری هست تا بردهداری به نوع جدید و مدرن درسته که میگن فلان دولت لغو بردداری رو اعلان کرد ولی ما ولی اسلام عزیز 1400 سال پیش نسبت به برده ها و حقوق برده ها و ای که به هر بحانه اسلام میگفت شما برده آزاد کن مثلا ده حج فلان کار رو انجام دادی کار خلاف کردی رویشش شی که برده آزاد کنی روزه نگرفتی برده آزاد کن از جمله در اینجا یکی از مواردی که ما میتونیم ولی در اصل ما نیست فعلا میتونیم مصرف کنیم زکاتی که برده رو خریداری کنیم از مال زکات و این را در راه خدا آزاد کنیم پس اسلام عزیز نسبت به برده و حقوق برده ها بسیار قوانین متعالی و پیشرفته و مترقی داره نسبت به کسایی که فعلا ادعای شده است در موردی که فرمودین در مورد مؤلفه قلوب اگر آدم میفهمه که اگر پیسره، زکات به این شخص بده بله تقریبا یقین پیدا میکنه که زیاد تاثیر ده و صورت نمیگیره بله آلا میشه داده باید بشه اینا. البته خوب شدی را یاد آوری کردین ده این مؤلفت قلوب بندی رسولی نمیتونه بده شما جناب آقای سنگی نمیتونه یک شخص دیگه که پشت دور بین ما فیلم ما و شما رو میگیره و نمیتونه بده اینجا بنا باید از حاکم شهر چی بگیری اجازه بگیری حاکم شهر تشخیص میده مشتیل جامعه شهرت تشخیص میده که به فلانیا با عنوان مؤلفت قلوب زکات داده شود یعنی. یا زکات داده اما سه مهم. شخصی که بودن پس دستی ما و شما نیست در این زمین هم ما باید در زکات در اختیار مرجع تقلید خودمان قرار بدیم و او صلاح دید میدونه که در چه وسیلی مصرف کنه خب پس فعلا بردم که نیست دیگه برده هم که فعلا نیست ولی اسلام عزیز برای از برده نجات پیدا کنه زکات یک از موارد زکات برای آزادی بردگان است نکته بعدی والغارمین جناب حسین صاحب غار مین از ماده غرم است و معنای بدهکار هست، است به معنای طلبکار است در اینجا معنای بدهکار است شخصی بدهی بالا آورده یا مالش مثلا سیل برده مالش نمیفهم آتش گرفته یا تجارت به اصطلاح مفلس شده و شکست شده فعلا چیزی نداره و بدهی بالا آورده کلیگی طلبکارا ارسوب شام قبلا می اومد میخل انسان میگفتن زنگ میزنه دیگه الو چی شد پیسه ما خب این شخص هم ما میتونیم از زکات بهش عنایت کنیم اما شرایطی داره که اون شرایط باید لحاظ شود یک این شخص که مال قرض کرده فعلا مقروضه، ایره در مسیر معصیت خرج نکرده باشه یک نفر است مثلا پیسه داشته در دا مسیر معصیت خرج کرده یا قرض کرده در مسیر معصیت خرج کرده رفته مثلا اون جایی که نباید جای دور دور رفت بله جای دور دور رفت و در اون مسیر خرج کرده یکی دوم این قرضی که هست مدت دار نباشه به مدت باشه مثلا صد هزار اوغانی یک نفر قرض دار است یا استاد گرامی یک نفس تازه بفرمایید یک مطلب خدمت از بیننده بینن کنم که بعد وقتا دیده میشه بعضی از عزیزان میگن که چرا وایس ما پخش نمیشه یا سوال ما قبلا از کردیم خدمت از که او سوالاتی و او ویس هایی که مربوط به برنامه باشه ره. خب عزیزان دستبنده میکنن و پخش میکنیم ما و سوالاتی که موضوع به برنامه نباشه به خصوصی عزیزان پاسخ داده میشه و یک بار دیگه نمبر واتساپ و خدمت عزیزان بیننده اعلام میکنم نمبر مثبت 964 780 255 413 با ما در تماس باشید انشاءالله پس <applause> ما قرضدار هم قرضایش رو میتونیم بگیم به چند شرط, شرط. به چهار شرط یکی که مال قرض کرده رو او در مسیر معصیت خرج نکرده باشه دو بدون مدت باشه مثلا یک 100 هزار افغانی از طرف میخواین 100 هزار دلار یا کمتر یا بیشتر ولی اگر مدتش هم رسیده باشه باز میشه اول که به مدت باشه اگر مدت دار باشه وقت شیشده باشه رسیده باشه یعنی اگر مثلا کسی قرض که میخواد 6 ماه دیگه بده میگه فعلا در زکات بده این جایز نیست یعنی مال وعدهش رسیده باشه و این توان پرداخت پس زکاتی که به او شخص داده میشه او باید دمو تا دا طلبی که داره بله 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 غارم غارم یعنی طلبکار یعنی بدهکار دامو کسی که بدهکار بله به او طلب در مسیر طلب است که فعلا در بخش از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران مثلا کمپین است که به اصطلاح آزاد کردن بندیا با کسایی که زندانی هستند به خاطر طلب حالا طلب مهری است یا طلب آه. چیزهای دیگه اینا رو آزاد میکنن این قطعا از کسایی که به خاطر نداشتن بله به خاطر قرضداری رفتن ده. و محبس و زندان سوم طلبکار امید نداشته باشه که کم کم از بده کار بتونه بگیره اگر امید باشه که مثلا چوکا چوکا قس قس م. بتونه ازی بگیره بازم جایز نیست بابا این زکات بدیم اگر طلبکار به این نتیجه رسید که میتونه از این شخص در مدت دو سال سه سال کم کم خرد خرد ازی بگیره بازم زکات نباید داده شود به این دیگه ای که دین و دینی که مثلا طرف مدیون است و بده کار است شرعا ثابت شده باشه یعنی واقعا طرف طلب کار باشه و طرف دیگه چی باشه؟ بده کار باشه اما بده کاری احتمالی فایده هنوز قبول نداره به یک طرف باید ثابت فهمت. شده باشه شرعا باید طلب به بده کاری چی شده باشه؟ ام. ثابت شده باشه سری زکات که فرمودید <coughs> که به او شخص بده کار داده میشه از جای دیگه جمع آوری شده یا او شخصی که خودش طلب, طلب داره از این شخص یا این زکات با عنوان زکات میتونه از او حق, از او حقش بگذره فرق نمیکنه متوجه نشدین او خب طرف از بده کاره مفلسه این زکاتی که به او داده میشه با عنوان که او قرض بده از جای دیگه باید جمع آوری شوه فرق یا نمیتون. اگر او شخصی که خودش طلب داره خب موعد زکاتش هم ها. او یک بحث دیگه است آه. او ممکنه به او میرسیم مثلا شما مثلا ف... در مثال م. که مناقشه نیست در جلسه گذشته شما دم قرض دارین <applause> ما مفلس میشیم شما طلبکار اون مثلا شما مفلس هستین نمیتونین بدی خود پرداخت کنین و بندی رسولی یعنی مال ما زکاتی شده مثلا م. خدمت تون شطور داشتم گاو داشتم م. خرمن خرمن رسیده و ما زکاتی شدم بله ما اینجا زکات خودشه زکاتی که به اصطلاح به گردن ما هسته میتونم برای شما چه کار مم. کنم؟ حساب کنم یعنی او بدهی که از شما دارم اصاف شده اصاف شود دو, دو کار اتفاق میفته پس دو کار اتفاق میفته یک که ذمه شما بری میشه دیگه شما بده کار بنده نیستی و بنده هم بده کار زکات نیست پس هم ذمه بنده بری میشه خوش و, خوش. و مگه هم لعل به دست آیاد هم یار نرنجه استاد اگر اجازه باشه به اتفاق شما و عزیزان بیننده یک میان برنامه را داشته باشیم بعد انشاءالله در خدمت شما خوست. خواهیم بود همراه ما باشید برای عدالت می نویسم نوشته می کنم برای روزهایی که اثر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز و نسیم شادی بخش شاپرک ها برای دلخوشی شمعدانی ها باشد به امید روزی که یک بار دیگر صدای دلنشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید با امید روزی نوشته می کنم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند خورند دلخوش هستید برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن تن کند و پروانه ها تمام کوش ها را با بال های طلایی خودشان جارو کند و زمین از دست های مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه است که مطمئن می شن. هزار آیینه می به هر جا می نهی پارا را همین قدر است و می هوایی کرده ای ما را میان چشم هایت دیده ام کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را یا صاحب الزمان آقای مهربان هزار و این همه سال است که خنده از لبها گرفته شده و کوچه های امید در حسرت یک بهار ماندگار تکیده احساسها در خود فراموشی خاموش می شود وقتی که پرچم های رنگارنگ تزویر بر فراز ویرانی های تمدن جاهلیت روز در اهتزاز باشد در روزگاری که پرستوها از سرزمین وجودشان کوچ می کنند و تحمل سوز تازیانهای فراق را ندارند جان می دریاها در رکودی و وسعتیت باور می میرند و از دل دریاها مرداها جان میگیرند و ماهیهای سرخ عاشق در حسرت امواج خروشان دریا پولکهای طلایی خود را در تنگ کوچک تنهاییشان می شویند و فریاد ای آخرین ترانه و ای آخرین بهار بازار که بی حضور تو تلخ است روزگار مولای سبز پوش من مولای سبز پوش من ای منجی بزرگ تجیل کن که تاب ندارم در انتظار اللهم عرفنی نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف رسولك اللهم عرفنی رسولك فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك اللهم عرفنی حجتك فانك ان لم تعرفني حجتك ضللت عنديني سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما خواهران و برادران گرامی با برنامه به وقت بیداری و صورت پخش زنده مهمان لحظات شما عزیزان هستیم استاد محترم در ادامه بس هنوز ما در سال اول البته ما زیاد هستش <تصفح> می فرمودیم که در چه مواردی زکات باید مصرف موارد پنجم فکر میکنم که گفته شد ششومو گفتیم ششم گفتیم, که بده کاران باشم نکته بعدی فی سبیل الله ها. اونجا خواندیم که به اصطلاح آیا آمده و فی سبیل الله فی سبیل الله خدمت تناس کنم که امور عام المنفعه فی <applause> سبیل در راه خدا یعنی <applause> در راه رضای خدای تبار و تعالی مثل ساختن مسجد ساختن حسینیه ساختن خدمت پول جاده آسفالت کردن رسیدن مثلا به شهر و دیار به خاطر بهبودی شهر و راه و مسافر کارهایی که به نفع جامعه است اینا رو ما میتونیم کار کنیم؟ انجام بتیم <applause> البته این موردم شخص رسولی <تصفيق> <تصفيق> و شخص جناب حسینی و کسای دیگر نمیتونه از پیش خودش انجام بده بنابر احتیاط واجب اون دو مورد دیگه احتیاط واجب نبود فتوا بود اه. دو مورد دیگه که یکی عاملین بود و یکی معلفت قلوب بود او به فتوا باید این پول در اختیار حاکم شهر قرار بده که حاکم شهر خودش هر رقمی که مصلحت میدونه کار کنه اه. اما این مورد بنابر احتیاط واجب است یعنی <تصح> <تصح> ما که میخوایم در ساختن مسجد یا حسینیه یا درمانگاه یا شفاخانه یا جای دیگه پول زکات مصرف کنم بنابر احتیاط واجب باید ما اجازه و موافقت حاکم شهر که فعلا مشتهد جامعه شرایط است باید ایره دریافت کنم بعد از اینکه دریافت کرد و اجازه داد میتونم مده دا این مسیر خرچ کنم آخرین مورد ابن سبیله ابن سبیل یعنی بچه راه منظور کسیه که در راه مانده. را مانده در راه مانده پیسش تمام شده و هیچ امکاناتی هم نیست و حسن. کارت بانکی هم نداره که به اصطلاح کارت به کارت شوه یا دیگه شوه است. جای دیگه از کشورهای دیگه برش پول روانه کنن و حتی نمیتونه خرید فروش کنه بانه. نمیتونه قرض بگیره که اگر بتونه خرید کنه اگر چیزی رو بفروشه اگر قرض بگیره بازم جایز نیست که زکات دریافت کنه هیچ کار نمیتونه در راه مانده اگر چه در شهر خودش هم چی پیسه دار آدم است حسن. بایست بانه. بسیار ملاک است اما فعلا را در راه در ما به این شخص میتونیم زکات بدیم چشم سادگان وقت کسی رو آدم میبینه حالا به تشخیص او که از چی رای حاصل چرا میگم مثلا کیسه بر ما کیسه مرا زده پیسه مرا زده هیچ ندارم واقعا خب همو هست ولی خب که یک مورد ما دیدیم خدمت تان گفت که ما از فلان شهر هستم اما ما پیسه بیتیم که ما میخوایم در شهر برم گفتیم خب بیا بریم بلی تیکت میگیرم سوار تی پس بریم گفت نه 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 ما اما پیسه شی لازم داریم این میشه <تصفح> این برای چیزی دیگه ای میخوای اگر ما یک تیکه دیگه میگرفتیم خو ممکن بود یک پیسه دیگه میره بیتیم که <تصفح> مثلا یک چیزی در راه بخورد تا دوست هر جای خودش بیاد از این معلوم میشه خیلی شخص این طرفش که نگاه کنی شما میفهمی که چرا خم است متوجه میشه پس ابن سبیل یعنی کسی که در راه مانده از شهر دیار خودش دور است ما شخص میتونیم برای خدمت کنیم زکات بدیم پس هشت موارد از مواردی بود که ما میتونستیم زکات بدیم و این سوال شما جواب داده شد بسیار عالی تشکر خواهش میکنم الحمدلله سوال سوال بسیار پرمغزی بود بله و همچنین جوابی که شما بزرگوار به صورت تفصیلی را فرمودید استاد باز شما سوال بعدی که عزیزان بیننده ما روان کردن سوال به صورت وایس است بسیار سوال پخش میکنم از بزرگوار حجت الله سم از ولایت غزنی آیا می توانیم به پدر و مادر فقیر خود از مال خود از زکات بدهیم بسیار علی جناب حجت الله از غزنی تشکر می کنیم از اینکه با ما به تماس شدین و سوالات پرسان کردین ان شاء الله که استاد پاسخ خواهند خدمتتون کنم که پدر ما می که خبر اشاره کردیم دیگه چند دقیقه پیش اشاره کردیم پدر انسان مادر انسان فرزندان انسان اینا واجب و نفقه انسان هستن یعنی باید انسان واجب است که نفقه از اینا کنه پرداخت کنه بنابراین کسایی که واجب و نفقه ما هستند به اینا زکات داده نمیشه به اینا خمس داده نمیشه ما واجب و لازمه که به نفقه از اینا رو پرداخت کنیم این مثل یک حق میمونه دیگه که مثلا شخصی آمده میگه تو و ما قرضدار هستی مال یه قرض میخوام بتون به عنوان زکات خودم بیام رو بتون که یک کمی باز مثل اون مطلبی که گذشته فرمودین اما دور زدن میشه دیگه بله. مطلب از یک را باید ادا بکنه و پرداخت بده میخواید با یک تیر دو نشانه بزنه ما گفتیم که بله کسی که واجب نفقه انسان انسان نمیتونه از طریق زکات او را نفقه ش بده البته موارد استثنا هست در قضیه که اون نفقه نیست مثلا پدر انسان یا فرزند انسان یک بدهی بالا آورده یعنی مقروز است فیلم خور میشه داد منطقه از طریق او یکی دیگه غارم بله بل خودش خاره. میره در فایل غارم میره در فایل غارم بل. میره از او طریق میتونه انسانی کار انجام بده و نکته که اینجا اشاره کنیم برای شما ممکن است که انسان برای فرزند خودش از زکات مایحتاج عروسیش فراهم کنه آه. خب چیزی که واجب دل پدری که نفقه زیر بته خرج و خوراک زیر بته نه. ولی جریان عروسی و دیگه به دفعه این میشه از طریق زکات نه. جز بزد. حق گفته نمیشه نه دیگه وضعیت نیست و فرزند باز به پدر هم کار رو بکنه مثلا یک یا مثلا مادر زی بچه از دنیا رفته پدر نه. دوباره میخواد داماد شود و فرزند میتونه از طریق زکات مخارج عروسی و ایگاپای فرزند و پدر چکار کنه پرداخت کنه بسیار عالی خب استاد محترم سوال دوم هم به صورت وایس هستی بزرگوار لطف کردن و مهربانی کردن ویس روان کردن من باید شما پخش می از بالله من شیطان رجیم بسم الله الرحمن الرحیم من در موبین مدرس ساده هستم و یک تشکر خاص دارم از برنامه خوب خوبی عادی تیوی که واقعا برنامه های آموزی نداره سوال که در ذهن ما با وجود اومده است که من خودم یک تاجر هستم آیا به گردن ما زکات واجب میشه بسیار عالی تشکر میکنیم از بزرگوار سوال خوب واضح, بود سوال بود واضح بود بود ما خدمت ای بیننده عزیز و بقیه بینندگان عزیز عرض کنیم که طبق نظر حضرت آیت الله العظما سیستانی پرداخت زکات به اسلام مال تجاره بنابر احتیاط واجب واجب است و اما شرایطی هم داره شرط اول و دومش است که مال تجاری که فعلا طرف و او تجارت میکنه اول او شخصی که تجارت میکنه و مال تجارت در اختیار زیست، مال تجارت سوداگری دیگه اولش است که باید بالغ باشه و عاقل باشه بنابراین اگر مال تجارت مال یک کودک که کسای دیگه با این مال تجارت چی میکنه تجارت میکنه هیچ زکاتی واجب نیست یا اگر شخص بالغ هست عاقل هم هست در وسط سال دیوانه شد در وسط سال مجنون شد اجه. و جنون برش عارض شد بازم این خدمت تانست کنم که زکات مال تجاره واجب نیست نکته سوم و شرط سوم اینه که این مال تجاره از طریق معاوضه و خرید و فروش به دستش آمده باشه یعنی فعلا من یک مالی دارم و این مال از طریق خرید و فروش اضافه شده و فعلا به اصطلاح در دسترس من است و ما با چی میکنم تجارت میکنم اما اگر این مال از طریق ارث به من رسیده باشه از طریق بخشش به من رسیده باشه یکی به من میتون رایگان داده باشه گفته باشه این مال بگیر با این مال چکو تجارت کن یا کسی فوت شده و ارث به من رسیده و من با این مالی که از طریق ارث آمده از طریق بخشش آمده یکی رایگان به من داده فعلا چی میکنم تجارت میکنم بازم زکاتش واجب نیست مورد چهارم به حد نصاب برسه به حد نصاب به تعبیری میگن که 20 مسقال شرعی شود که <applause> <applause> فعلا حضرت آیت الله العظمى صلی الله 20 مسقال شرعی اما 15 مسقال بازاریه یعنی اگر قیمت او جنسی که ما خرید فروش میکنیم به حد 15 مسقال شرعی رسید ای که میگیم 15 مسقال شرعی یعنی مسقال طلا یعنی اگر ارزشش به اندازه 15 مسقال طلا رسید ما به او زکات تعلق میگیره اما اگر زیر زی از 15 مسقال شرعی بود ظاهران مسقال 3.5 گرم همین تقریبا 3.5 گرم این چیز هست هر مسقال 3.5 گرم است. نه. بنابراین 15 دانه 3.5 گرم ارزش طلا اگر ای به اصطلاح دارایی ما رسید و مال تجاری ما رسید این چیز را زکات داره زیر از اون نیست نه. نکته دیگه یک سال زکاتی برو بگذره سال زکاتی مراد سال قمری است یعنی اگر بنده از اول ماه محرم شروع کردم به تجارت یک مال زیاد است شروع کردم به تجارت تا پایان به اصطلاح سال تا پایان ماه ذوالحجه که باز میشه اول محرم سال آینده باید این مال برش گذاشته باشه یعنی مال باشه پیش ما باشه تجارت میکردم و خرید و فروش میکردم ششم در تمام از این مدت یعنی در تمام مدت ای دوازده ما قصد تجارت داشته باشه اما یک وقتی قصد تجارت ندارم میگم کو مشکلی تجارت نمیکنم از این مال شروع میکنیم به خوردن معونه یعنی خرج و مصرف زن و بچه اجه. و عیال انجام میدیم اینجا خدمت خدمتتون که زکاتش واجب نیست مورد سوم مورد هفتم این خیلی و اصطلاح باید توجه داشته باشه شما و بیننده که سوال کردن در تمام از این مدت در تمام مدت یک سال که دوازده ماه قمری می باشه جنس یا به مو اندازه اولیش قیمت داشته باشه یا قیمتش چی پیدا کرده باشه افزایش پیدا کرده باشه آه. که اگر ولو یک روز در سال به کمتر میخرد مثلا کل قیمت مال و تجاره شما مثلا صد هزار اوغانی است خب شما انتظار دارید که ای به صد و هزار و صد ده هزار و صد پنج هزار اوغانی خرید فروش و درست است بله. اما این از شما چی میخرد؟ میگه می اشتاد هزار بیشتر نیست به تعبیری سقوط کرده قیمت ها در بازار سقوط کرده اینجا به سرا زکاتش واجب نیست, نیست. پس عجب. زکات در جای واجبه که به اصل قیمت اولیه بخرن یا به بیشتر بخرن نشتر. اما اگر قیمت کاهش پیدا کنه بازم زکاتش از نظر آیت الله علیه اسمان بنا بنابرای احتیاط واجب واجب نیست. نیست آخرین مورد یه که مالک بتونه تصرف کنه در مال خودش یعنی مالک یک طوری باشه که بتونه در این مال خودش که به عنوان مال تجاره تصرف کنه مثلا بنده مال تجاره دارم یک غاصبی یک زورمندی صاحب خواب بودی که تفنگ داره کماندانا و تفنگ داره کسایی که زور داشت صاحب منصب بود صاحب منصب بود یک کسی بود زور داشت می آمد مال تجاری یک نفره به اصطلاح می گرفت می گفت مال تجاره فعلا پیش ما باشه اینی قدر پیسه دادی مال تجاری دا آزاد است آزاد نیست مم. خب درست است که بنده علی مثلا تاجر آدم هستم مثلا پاسپورت تجارت هم دارم اما مالم این فعلا چیست گیر است بلنه بلنه. و من این مال خودم تصرف کرده نمیتونم, نمیتونم. خب وقتی نتونم در مال خودم تصرف کنم و ایرا نتونم خرید و فروش کنم بنابراین زکاتش واجب نیست, نیست. این پس کلا زکات مال و تجارت صد تقریبا رسیدیم به سوال آخر چون زمان داره تمام میشه یک اشاره فرمودین که یک سال گذشته باشه بله شاید این سال به این عزیزان بیننده بیای که خب چون در بحث خمس هم ما سال خمسی داریم بله سر حساب سر سال داریم در بحث زکات هم مطرح میشه اگر برای کسی اتفاق بفته که در امو موعدی که سال خمسی رسیده در امو مورد, مورد او مال و مواردی که گفته شد به حد نصاب برای زکات رسیده اینجا ارجحیت با چی هستش هر دو اینا باید داده شه یا اگر مثلا اگر خمس داده شه خویی از او صد میه پایین باز هم زکات به او تعلق میگیره خدمت تان ارز کنم که شما تصور دارین که اگر یک سال خمسی یک سال به اصطلاح زکاتی که به اصطلاح سال قمری است سال خمسی هم ز... قمری است دیگه او هم اون میتونه هم قمری باشه هم میتونه چی باشه شمسی باشه یعنی فقها فرمودن مم. که شما سال خمسی رو میتونی مبنایش به اصطلاح مای قمری باشه حمل باشه سوار جوز سرطان و, و میتونم که ماه های قمری باشه به هر و سفر و ربیع و ربیع سالی هر کدام از جایگاه خودشه داره جناب سیدی مثلا شما مال و تجارت داری مال و تجارت فعلا به این وضعیت رسیده یعنی یک سال پیشت بوده به حد نصاب رسیده با تجارت کردی توان تصرف هم درش داشتی فعلا یک سال بری گذاشته خب یک سال که بری گذاشته شما خمس زکات مال و تجاره رو میتی خب زکات مال و تجاره که دادی خمس باز به چی تعلق میگیره خمس به مازاد از مصرف شما تعلق میگیره متوجه شدید؟ خمس به مازاد از, م... مازاد از مصرف اگر از مصرفی که شما کردی چیزی مازاد آمد او خمسش واجب هست اگر چیزی مازاد نیامد چیزی واجب نیست نمیشه. پس بنابراین اول زکات بهش تعلق میگیره پای زکات پرداخت کنه و آنگاه نوبت چیه؟ خمس میرسه حتی اولش میتونه خمس هم به تا چیه؟ نداره من تا خمس گفتیم در جایی که از آن که خرج مصرف کردی اضافه بمانه بسیار اصول محترم البته سوال دیگه ای که عزیز بیننده ما مطرح کردن چون که در هم اشاره شد و شما هم در توضیحاتتان در حال اشاره فرمودید ولی خب بازم قرائت میکنم با ایزتان که سوال کردن که آیا شخص میتونه بدهی فرزندش یا بدهی پدرش از طریق زکات پرداخت کنه بله ما که اشاره شد ما میتونیم که البته به شرطی که او بدهی از او بدهی هایی باشه که پدر برای مصارف خودش قرض نکرده اجا چرا؟ چون پدر او واجب و بنده است من نباید به قدر سهلنگاری کنم که پدر به خاطر نفقه خودش براش کار کنه قرض کنه <applause> یا مثلا فرزند به خاطر نفقه خودش براش کار کنه قرض کنه من نباید قد سهلنگار باشم یعنی واجب و لازمه که من نفقه زنا رو پرداخت کنم پس در قرضهایی که پدر برای نفقه خودش انجام نداده مثلا عروسی گرفته یک کاری کرده ده اونم مقروض شده چی پدر و خدمت تا کنم که چی فرزند انسان میتونه زکات در اختیار زنا قرار بده که اونها. از زکات استفاده کنند البته در همین جا خوب شد ما یادم آمد حضرت های الله العظما سیستانی حفظه الله تعالی میفرماید که البته شخص نمیتونه از مال زکات مثلا کتاب تهیه کنه برای فرزند خودش مثلا فرزندش اهل علم یا اهل مطالعه خب بگه فرزند اهل مطالعه است که یکی از, یک از مسیرها مثلا فی سبیل الله ی. ما بگیریم مثلا کتاب تهیه کنیم برای فرزند خود ما این کار نمیتونم تشکر میکنم استاد محترم سلامت و سم. همچنین تشکر میکنم از همه شما عزیزانی که تا این لحظه همراه برنامه خودتان بودید ان شاء باز هم برنامه را دنبال کنید و شنبه ها انشاءالله با موضوع احکام در خدمت شما عزیزان خواهیم بود تا دیدار بعدی همه شما عزیزان را به خدای مهربان می سپاریم خدایا را نگه <applause>